چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما، ای جوانان عجم جان من و جان شما. غوطه ها زد در ضمیر زندگی اندیشم، تا به دست آوردم افکار پنهان شما. میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند، دیدم از روزن دیوار زندان شما. حلقه گرد من زنید ای پیکران آب و گل، آتشی در سینه دارم از نیاکان شما. درود و احترام و سلام به همه شما دوستداران عزیز فرهنگ ایرانی و تشکر امتنان از انجمن محترم دوستداران فرهنگ ایرانی که امسال هم توفیق زیارت و خدمتگزاری شما رو به من دادن. این انجمن عزیز 28 سال است که در ترویج فرهنگ اصیل ایران زمین در این ور دنیا کوشش و تلاش میکنند و شما همه به خوبی از اون آگاه هستید. فرهنگ ایران اگر در کشورهای دیگر یک سخنگوی معروف مثل دانته در ایتالیا، گوته در آلمان، فرض کنید شکسپیر در انگلیس دارد، فرهنگ ایران به قول نعمت میرزازاده استاد و نویسنده و شاعر خراسانی حداقل 4 سخنگوی بزرگ به عنوان چند وجهی فرهنگ این کشور در بر داشته، به ترتیب حضورشون در صحنه توسعه فرهنگ ایران فردوسی، مولوی، سعدی و حافظ، دست کم حداقل این تعداد بود. مشخصات فرهنگ ایران رواداری، جهل ستیزی یا خردگرایی، مدارای مذهبی، میهندوستی، نه به معنی ناسیونالیسم که ازش فاشیست و نازیسم اینا در بیاد، میهندوستی به معنی عام، و کرامت انسانی است. انسان به ما هو انسان، نه انسان سیاه یا انسان سفید یا انسان مؤمن یا انسان کافر. انسان به همون معنی که در قرآن مجید لنعملن انسانا علی صورتنا و مثالنا فرموده است، در تورات جدید خلقنا الانسان علی صورتنا، به همون معنی کلی. انسان به اون معنی که ابوالحسن خرقانی بر سردر خانقاه خودش نوشت، جوانان عزیز اگر ما بزرگترها خانقاه میگیم با قاف، این به خاطر تعریب هست که به عمل آمده. اصل این خانگاه هست، البته بزرگترها میبخشن، من برای جوانا عرض میکنم. خانگاه یعنی سفرخانه. بر سردر خانگاه خودش نوشت هر کس بدین خانگاه وارد شود، نانش دهید و از ایمانش مپرسید. آن را که به نزد خدای تعالی به جانی ارزد، چگونه به نزد بلحسن به نانی نیرزد. این فرهنگ بود متشکر. این فرهنگ بود که در مقابل تمام قوای مهاجم ایستادگی کرد، زبان ما را حفظ کرد، آیین ما را حفظ کرد، رسوم و عادات ما را حفظ کرد و بر همه اونها غلبه کرد. همه اونها ناچار شدند که از بزرگان فرهنگ ما، اهل قلم و دانشوران ما استفاده بکنند در کارهای خودشون، در کارهای حکومتداری، در کارهای توسعه صنعتی و تجارتی و امثال این مسائل. فرهنگ بزرگی که در ایران به وجود آمد. در این فرهنگ اگر به تعریف ارسطو شعر یکی از هنرهاست، چون ارسطو میدونه 6 مقوله رو به عنوان هنر معرفی کرده است، شعر است و نقاشی است و موسیقی است و تئاتر و معماری و عرض کنم که مجسمه سازی، برای همین است که به سینما میگن هنر هفتم، خارج از محدوده تعریف
ارسطوست. ولی شعر در فرهنگ ما، در کشور ما هنر هنرهاست، اصل هنرهاست، اون مأخذ و مرکزی استش که همه تاریخ حتی کشور ما و تمام به اصطلاح آیین‌ها، رسوم‌ها، معتقدات ما در فرهنگ ما به وسیله شعر بیان شده. باعث تأسف است که امروز هر حرف بیهوده‌ای رو، نهایت تأسف است که بعضن خدای نکرده به خاطر که بیهودگی یک مسئله رو به اصطلاح عنوان کنن، خیلی باعث تأسف است، میگن شعر است، یعنی بیخود است، یعنی حرف بیخود است. به تحقیق میتوان گفتش که تمام حقایق و اصولی که در فرهنگ ما هست، در معتقدات دینی ما هست و باستانی ما هست، اینا همه به وسیله شعر بیان شده است. تاریخ ما الان یک تاریخ مدون قطعی بزرگی در اختیار نداریم. بیشتر تاریخ ما رو به بیان شعر شعرها و اندیشمندان و دانشمندان ما بیان کردن از این لحاظ، و این درست نیست، این جمله‌ای که احیاناً بعضاً در زبان ما استفاده می‌شد. بعد از شعر یک چیزی که در فرهنگ ما بسیار توسعه‌مند هست، زیاد هست و موضوع صحبت من بوده و اون چی که تا به حال گفتم مقدمه بوده است بر اون مسئله، انشاءالله که این مقدمه بیشتر از ذل مقدمه نشده باشد، اون مثل هاست که حالا در اصطلاح تو برنامه هم نوشتن، میگن ضرب المثل. ضرب المثل یعنی مثل زدن، اصل مسئله خود به اصطلاح مثل هاست. خب این یک دنیای خیلی وسیع و یک حیطه بسیار بسیار بزرگی در فرهنگ ما دارد و یکی از منابع بسیار اصیلش همین شعر است، شعر فارسی است. مصرع‌ها و بعض وقتا بیت‌های کاملی از شعر فارسی است که به این شکل به اصطلاح در آمده است. حالا تیمناً و تبرکاً شروع بکنیم از زندگی پیامبران. حضرت یوسف رو داستانش همه می‌دانید، در مصر به عزت رسید، عزیز مصر شد و برادران او از کنعان به دنبال خاربار، چون در اونجا قحطی شده بود، به هر حال به مصر رفتن. او اونها را شناخت، عزت کرد و یه پیراهنی به عنوان هدیه برای پدرش فرستاد، حضرت یعقوب که از فراق پدرش نابینا شده بود، کور شده بود، یک پیراهن به عنوان هدیه برای او فرستاد. و وقتی حضرت یعقوب این هدیه رو به اصطلاح بوسید، به صورتش، به سر خودش گذاشت، چشمهای او بینا شد، چشمهای او روشن شد. این استش که بعضن در خیلی جاها به هدیه میگن چشم روشنی، از داستان حضرت یعقوب، حضرت یوسف پیغمبر میاد. و اما از شعرها که امروز از فردوسی بزرگ یاد کردیم به عنوان اولین فرد در گسترش فرهنگ و ایجاد فرهنگ، یک اشتباهی در نزد ما ایرانی ها هست به صورت مثل در آمده. من خیلی باید فشرده با توجه به وقت برای شما بگم این مثل رو. مثل رو اول عرض میکنم، مثلش این است: هنر نزد ایرانیان است و بس. یعنی ما اینجوری داریم به دنیا تلقی میکنیم که آقا هنر اگر هست تو دنیا پیش شماست، دیگه هیچکی هنر، نه نه نه، این اصلا فکر ما نیست، فکر فردوسی بزرگ هم نیست. داستان این استش که او در داستان بهرام شاه ساسانی میگوید که بهرام با یک عده از دوستان خودش به نام برزو، در کتابش، دوستانی که واردن به شاهنامه، نعمت میرزازاده همشهری من که الان یادش کردم، این از فردوسی شناسان خوب ایرانه، یادمه که عضو به اصطلاح هیئت علمی فردوسی بود. به هر حال این جناب شاه بهرام به عنوان برزو به هند رفت، در اونجا فداکاریایی کرد، نمیخوام تشریح کنم، مورد توجه پادشاه هند قرار گرفت، به طوری که او دختر خودش رو به اصطلاح به زوجیت این بهرام شاه ما در آورد. پادشاه چین
که پدر زن پادشاه هند بود و این دختر در حقیقت نوش بود، مثل که از این کار راضی نبود و بهرامشاه رو دعوت کرد به هند. بعضا نوشتن که شاید برنامه هایی براش داشته است. در اون دعوتنامه‌ای که از او کرد که بیا به چین، خودش رو شاه شاهان نامید و این به این آقای برزو که در حقیقت خود شاه بود برخورد کرد و یک جوابی به اون داد که نه، شاه شاهان و تو نیستی، شاه شاهان بهرام شاه ساسانی هست و چه و امثال اینا. پادشاه چین وقتی دید که این به یک نتیجه نرسید، آمد و این دفعه دعوت کرد، از او گفتش که بیا هنرهای چین رو ببین. در جواب این که بیا هنرهای چین رو ببین، این آقای برزو که بهرام شاد بود گفت هنر نیز زیرانیان است و بس. یعنی هنر هم به طور کامل و بسیار در ایران است، نه اینی که فقط در ایران است و بس. در اینجا یعنی بسیار. به کتابای لغت اگر مراجعه کنید میگن بسیار. یه نویسنده خیلی عزیزی نوشته بود که استاد فردوسی به خاطر اینی که این بیت به اصطلاح در وزن، شما میدونید همه دوستدار فرهنگ هستید، آشنا هستید، فعولون 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 هست چیز فردوسی به اصطلاح سبک شعر گفتنش، به خاطر که این در اون وزن جا بگیرد و بس رو از اول جمله ورداشت گذاشت آخر و بس. هنر نیز ز ایران، تازه ز گفته، این ما کردیم به اصطلاح. ولی این مسئله رو که هنر نزد ایرانیان است و بس، حالا به هر معنی که در ذهن داشته باشیم، در جاهای مثبتش به کار نمیبریم. من تعجب نمیدونم به چه مثلا. فرض کنید که یک نقاشی خوب ببینید، بگید آه از یک ایرانی، هنر نزد ایرانی. یک شعر خوب ببینید، یک موزیک خوب ببینید. اغلب به حالت طنز این رو ما استفاده میکنیم، یعنی یک حالتهای شبه هنری استفاده میکنیم. حالا یک مثال میزنم، مثلا برای شما که اینجا گفتن هنر نزد ایرانیان است و بس. رضا شاه مرحوم وقتی ارتش ایران میخواست تشکیل بده، همون اولش چند تا افسر فرستاد آلمان که اینا دورهای نظامی اینا ببینن. اینا که رفتن آلمان بهشون یک برنامه دادن که آره فردا صبح مراسم صبحگاه تو ارتش، اونه که خدمت ارتش کردن، فردا صبح مراسم صبحگاه، شما اول باید سرود مثلا سلام شاهنشاهی یا کشورهای دیگه میگن سرود جمهوری، ولی خب چون کشور پادشاهی است سلام شاهنشاهی بخونید. اینا سلام شاهنشاهی نداشتن، سلام شاهنشاهی هنوز درست نشده بود، تازه داشت مرحوم رضا شاه به اصطلاح این خدمت رو میکرد، این کار رو میکرد، ارتش رو تشکیل میداد. ولی دیدن که نه، این خوبیت نداره، آبرو کشور ایران میره. فردا صبح رفتن تو میدون گفتن که حاضریم، حاضریم، سلام نداشته بودن، حاضریم. فرمانده میدان، فرمان خبردار، پیشفنگ یک علامت به اصطلاح احترامی داد، ایرانی هم شروع کردن به سرود شاهنشاهی خودشون. دل هوسه و دل هوسه، سبز و صحرا ندارد ندارد. وقتی مراسم تمام شد آلمانی ها آمدن گفتن عجب سرودی دارین، خیلی قشنگ بود. معنیش چی بود؟ گفت معنیش چی که کوروش بلند شو ببین کی داره از کشور دفاع میکنه، این به اون برمیگرده. خدا وکیلی هر کی شنید گفت هنر نزد ایرانیان است. از این بهتر نمیشه. خب خانمایی که نظام خدمت نکردین یا آقایونی که احیانا نظام، این پیشفنگ که گفتم، این تفنگ که میذارن این کنار اینجوری با دو حرکت اینجوری میگیرن جلو، این علام به خاطر تشریفاته، به خاطر احترام است به یک مسئله. پیشفنگ به این معنی است، یه حالتیه مثل که تفنگ بغل کردی. بعدی که خدا بیامرزه رضا شاه ارتش تشکیل داده بود، آمد به یه پادگان بازدید، به به، همه لباسا متحدالشکل، همه ایستادن به احترامش پیشفنگ کردن. او روز اتفاقا خوشحالم بود، رفت سراغ یک سربازی، گفت پسر سرباز اسم چیه؟ گفت حسن قربان.
آفرین، این چیه تو بغلت گرفتی؟ گفت تفنگ قربان. گفت نه سرباز، تفنگ نیست، سرباز تفنگ ناموسشه، باید بگی ناموس من، فهمیدی؟ بله. گال از نو میپرسم اسمت چیه؟ گفت حسن قربان. گفت این چیه تو بغلت گرفتی؟ گفت ناموسم قربان. گفت آفرین. سه چهار تا اونورتر یه سرباز دید، رشید، قوی، جدی، تفنگ اینجوری، خیلی خوشحال شد. به به، از این بهتر نمیشه ارتش. گفت اسم تو چیه سرباز؟ گفت بایرام علی قربان. گفت این چیه تو بغلت گرفتی؟ گفت ناموس حسن قربان. حسن گذاشت رفت. بازدید چه بازدید؟ از پشیمون شد از ساختن ارتش. و دیگران رفتن گفتن قربان سرباز ساده شما پشیمون نشین، ناراحت نشین، برید. از یک شاه دیگه یاد کنیم. خیلی از ضرب المثل‌ها از زندگی این شاه‌ها به اصطلاح هست. شاه اسماعیل صفوی که مؤسس سلسله صفوی بود، شما حتما گفت خوندین چون طرفدار و به اصطلاح اهل ورزش در فرهنگ ایران هستید. بسیار آدم قسی القلبی بود، خیلی داستانهای زیادی میگن، حالا کدومش راست کدومش دروغ. ما امسال در کنفرانس سعادت و افتخار داریم که دو تا استاد تاریخ در بین ما هستن، اگر احیانا من اشتباه میکنم من هدایت بفرماین حتما. از جمله کارهای بسیار بدی که این شخص بهش نسبت دادن یا واقعا انجام میداد این استش که دشمنان خودش رو میگرفت میآورد سر گور پدرانشون، سر گور پدر اون دشمن، و در مقابل چشم این جسد پدرش رو در میآورد از سوی گور، و این کار بسیار بسیار ناپسندی هست. چیزی که از اینجا یادگار به ما موند این استش که وقتی میخوایم یکی رو تهدید کنیم میگه پدرت در میارم. اینم یادگار آقای شاه اسماعیل ما. البته صیغه های مختلفش هم به کار، پدرم در آمد، پدرش در آوردم، انواع و اقسام از این استفاده میشه. جنایت بعدی که بعدن میکردی بود که این بقایا رو میسوزوند. از اینجا پدر سوخته دارم. ناصر الدین شاه خیلی این پدر سوخته رو به کار می برد. من خودم چند جا در نوشته هاش به اصطلاح دیدم. در نوشته هاش دیدم که نوشته به پسرش ذل السلطان نوشته فلان طایفه رو نه پدرشون رو بسوزانید. نه او می فهمید این از کجا آمده، نه شاه اسماعیل صفوی میفهمید، برای که اینا به هر حال فارس نبودن. این بحثی که بین قومیت ملت‌های ما هست که واقعاً گل‌های رنگارنگ کشور ما هستن، هم اونا یه فرهنگایی دارن، هم ما فارسای فرهنگایی داریم، و همیشه بحث بوده است که یه تبادل بین اینا انجام بشه. در حکومت سابق تعصب عجیبی داشتن که الا و بلا شما حتما باید فارسی حرف بزنید. خب این اوجوری که باید شاید نمیفهمد، چه اشکالی دارد که یک روش آموزشی درست کنیم که او بتونه بفهمه، ما هم بتونیم به اصطلاح اونو بفهمیم، شعر اونو، فرهنگ اونو. همین کوچلره سوساک میشم که الان این خانم جوان عزیز خوند، یکی از زیباترین و عاشقانه ترین به اصطلاح اشعار زبان آذری است، و خیلی چیزای دیگه دارن که ما بیخبر هستیم. چرا فقط باید اونا فارسی یاد بگیرن؟ ما هم اگر یک اینجور برنامه بشه خیلی خوب است. به نظر در دوره سربازی مریض شدم و من بردم بیمارستان، در بیمارستان بستری کردم. در یه اتاق 8 افسر بودیم که من یکی افسر وظیفه بودم، اون 7 دیگه‌اش همه‌شون افسر ارتش بودن، حالا بازنشسته یا شاغل یا میگه گفتن کادر بهشون.
به هر حال یادم میاد که عصرا که میشد دیگه خود اونایی که حالمون بهتر شده بود صحبت میکردیم با هم دیگه، یکی میگفتش که خوش به حال شما، به من میگفت خوش به حال شما که مثلا همکارانتون به هر حال دیپلم دارن، متوجه میشن شما چی میگین. خب درست بود دیگه، بود زمان ما با این سربازا مخصوصا اگر فارسی بلد نباشن مشکلاتی داریم، نمیفهمن ما نگاه میکنه، ما دستور داریم که فقط فارسی حرف بزنیم. چرا؟ خب به زبان اون حرف بزن که اون متوجه بشه، بعد راهنماییش کن، این یک روش آموزشی خاص میخواد، بعد راهنماییش کن که این با فارسی مثلا اینجوری میشه. میگفت یک روز رفتم آموزش نوار به اصطلاح فشنگ مسلسل آچار، سربازه قدیمی اینجا هستن، این تفنگای قدیمی یا مسلسله قدیمی، فشنگاش رو دو تا نوار میذاشتن که اینجور ببندن به درشون به کمرشون، یکی از اینا فلزی بود این نوارا، یکی هم برزنتی بود. میگو اون روز دیدم که اینا درس منو میفهمن، میگو خیلی خوشحال شدم، خدایا شکره که آره اینا فهمیدن. گفتم سربازا فهمیدین؟ گفتم بله جناب سربان. گفتم خب حالا کی حاضره جواب بده؟ یکی گفت من حاضرم جواب بدم. این همشون گفتن، ما یکی که خیلی چیز بود گفتم باریکلا. خب حالا مسلسل آچار آشیش، مسلسل آبنباری چند نوع نوار فشنگ داده؟ دو نوع جناب سربان. گفتم آفرین سرباز، این دو نوعش نام ببر. گفت فلزنتی بلزنتی. خب نمیفهمه، او به فلز میگه دمر، باید برش اول بگی که این اینجوریه، این فارسیش میشه این، اینو به اصطلاح به این حالی بکنیم. در زمان حکومت، بریم حالا سراغ صدر اعظم، امیر کبیر گفته بود که این فروشگاه ها در اون زمان، همه چی میفروختن، همه میرفتی داخل، حتی زمان ماه هم بود، البته اون مثلا نقاط روستایی اینا که ما بودیم تو شهرها نبود، ولی هنوز هم بود این رسم. امیر کبیر گفته بود که نه شما بیاین و اینجا هر کسی یه جنس مخصوص بفروشه، یعنی تخصصی کرده بود فروشگاه ها رو. یه وقت بهش خبر دادن که امیر کبیر یه کسی که توتون چپق و به اصطلاح تنباکو برای قریان میفروشه، این در ضمن این لغت ببخشین در بین ما خیلی زیبا نیست، من باید عذرخواهی کنم، بند تنبون هم میفروشه. خیلی تعجب کرد، گفت بیار اینش ببینم. بردنش، گفت تو فروشنده چی؟ گفت این دوتا، هم توتون و هم تنباکو، هم بنده. گفت چرا اون بند تومون میفروشی؟ گفت آقا این توتون میریزن تو چپق، این هم میریزن تو قلیان، بعد سلفهشون میگیرن ممکنه بند تومونشون پاره بشه. خدا وکیلی از این بی ربطتر و بی مستندتر و بی ارزشتر حرف نمیشه زد. اینا که از اون وقت هر کی اینجوری حرف بزنه میگن حرفای بنده تنبونی میزنه. یادگارمون. یه داستان از قضات براتون میگم، قاضی های قدیم که میشستن محکمه، همیشه آزاد بود، همه نشسته بودن، محکوم را میآوردن همونجا در حضور همه، مثل حالا نبود میز و صندلی رو زمین میشستن، حتی تا زمانه بچگی ما هم بود، البته میگم باز تو اون نقاط کوچیکی که ما زندگی میکردیم. داروغه آمد به یک کس مظلوم، خیلی آدم مظلوم کم حرفی،
گفتش که از دست تو شکایت کردن، تو 3000 درهم نمیدونم از کیک گرفتی بهش ندادی، فردا بیا محکمه. گفت من نکردم این کارو. گفتن نکردی، بیا اون محکمه، بیا اونجا معلوم میشه. من که داروغه. گفت من که چه میدونم، آدم به سالت رئیس پلیس بود. این رفی بیچاره رفت تو قصه. خانم خیلی عاقل و فهمیده و باهوشی داشت، مثل همه خانم ها. خانم آمد گفت مرد حسابی چه تا اینجور فرو رفتی؟ گفت اینجور یه قضیه ایه و من نمیدونم برم اونجا چی بگم، اصلا بلد نیستم. ممکن آدم حرافی باشه، وکیل آورده باشه، که وکیل که نبود، زمانی که همراهش باشه صحبت کنه اینا. خانمه گفت قصه نخور، ببین برو تو اتاق که ایشکی نباشه، در ببند، بعد کلاهت بذار، کلاهت با کلاهت شروع کن حرف زدن. فرض کن که این قاضیه، ای شد که گفتن کلاهت قاضی کن. از این گو با کلاهت شروع کن صحبت کردن، تمرین کردن، بالا پایین این یاد بگیری. این به اصطلاح همینجوری هم شد اتفاقا. خیلی کار عاقلانه این خانم ایره نجات داد. دو نفر دعوا داشتن، رفتن پلو یکی همین قضات، قاضی قدیمی. بعد موضوعشون رو مطرح کردن. قاضی گفتش که برین فردا بیاین. تو من چه میدونم مطالعه کنم یا فکر کنم. به هر حال اون وقت یکی از اینا آمد زرنگی کرد 12 تومن. 12 تومن قدیم دارم میگم ها، 12 تومن پول یواشکی گذاشت زیر فرش، زیر فرش قاضی. خاطر جمع که دیگه به نفعش رأی میدن. رفت فردا که آمد قاضی اینا رو نشوند، بر علیه این رأی داد. ما تو مبهوت، ای دل غافل نکنه این ندیده، دیگران چیکار کنم، نمیشم که بگم در حضور همه اینجوری. خلاصه بهش تایید رسید. گفت جناب قاضی، من که شما رو به 12 امام قسم دادم. قاضی هم پر رو گفت بله بله، ولی طرف شما ما رو به 14 معصوم قسم دادم. یک، بریم سراغ تجار. یک تاجری بود، یک شاگرد مظلوم کم حرف خجالتی عجیب غریبی داشت. یک روز شاگرده دید که این تاجر نیامد به حجره. روز قبلش بهش گفته بود که مثلا چیکار کن چیکار کن، همه کارا رو کرد، دیدی نیامد. و وسیله هم که اون زمان نبود، وسایل ارتباطی، پاشد رفت خونه تاجر. دید آه تاجره مریض احوال شده، یک کمی کسالت داره، مونده تو خونه. نزدیک زور بود خانم حاجی این رو، خانم این آقای تاجر این رو نگهش داشت. گفت بمون. یه هم خیس خجالت اصلا روش نمیشد، تو از جوانای بچه های قدیم جلو اینا بشینه، بمون غذا بخور با ما. اتفاقا امروز چون حاجی مریض احوال بوده آش پختم. خلاصه ای تفلک نشست اونجا و رفتن کاسه های آش آوردن. و بعد خانم حاجی رفت که حالا قاشق بیاره. خب آش با قاشق، قاشق های قدیم چوبی نمیدونم دیده بودی. خود حاجی هم رفت دستاش بشوره. حاجی زودتر دستاش شست آمد. تو این فاصله این جوان گفت خدایا چیکار کنه، از این خجالت میکشید بتونه در بره. فکر به خاطرش رسید که بگه دندونم درد میکنه. دست رو گرفت اینجور جلو دهنشو، یه حالت به خودش گرفت که بگه دندونم درد میکنه که این مرخص بشه، به اصطلاح مجبور نباشه بشینه جلو اینا غذا بخوره. حاجی که از راه آمد دید اینجوری کرده، گفت ها تونتون آش خوردی، آش دهنت سوخت، میخواستی یواش بخوری، چرا مثلا این کار کردی تونتون خوردی؟ در همین احوال خانم حاجی که باز یه خانم خیلی فهمیده بود آمد و متوجه شد که این چی میگه. گفت حاجی چی میگه به بنده خدا، من که هنوز قاشق نیاوردم که آش نخورده و دهن سوخته. این شد
سرورمست. یک تاجری شب از سر شب ناراحت بود، هی با خودش می رفت هی می آمد. خانمش گفت چرا ناراحتی؟ گفت من یه بدهکاری فردا دارم نمیتونم بدم، ناراحتم نمیتونم پرداخت کنم. گفت حالا بیا بخواب خدا بزرگه. اینا گفت نه زن نمیتونم، اصلا خوابم نمیبره، شما برو بخواب. خانم رفت خوابید، یه دو ساعت بعد بلند شد دید نه بیچاره هنوز داره راه میره. خلاصه طول کشید، نصف شب که بلند شد دیدی داره دارم، ای دل غافل از سر شب تا نصف شب ای چه خبر؟ گو به کی بده کاری که اینقدر تو ناراحتی؟ گو به حاج احمد آقا. گو همین حاج احمد آقای همسایه‌مون اون برای کوچه میشینه؟ گفت آره دیگه من به او طلبکارم، برای همینه بیشتر ناراحتیم، چشممون به چشم هم میفته. خانم پاشد پنجره رو باز کرد و نصف شب شروع کرد، حاج احمد آقا، حاج احمد آقا. او هم بیچاره بیدار شدن، آه حاج خانم چیه، خیر باشه؟ گفت شما فردا یک طلبی دارین از شوهر من که باید بده؟ گفت بله. چطور مگه؟ گفت نداره که بده. پنجره رو بس. بعد به شوهرش گفتش که آقا برو بخواب، از سر شب تا نصف شب تو بیدار بودی، از حالا نوبت حاج احمد آقایا که بیدار. خب وقت من تموم شد. بر رسم سخنرانیام میخوام آخر سری یادی از دکتر حشمت معید بکنم، روح شاد. دیروز بود، مختصر دربارش، گویا سال آینده میخوان براش جلسه بگیرن. استاد استادان ادب بود، مرد بزرگ بود، به فرهنگ ما خیلی خدمت کرد. یک شعر به یاد او میخونم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. دعا میکنم که انشاءالله به عنایت خداوند همه شما سلامت باشید، سلامت به شهرهای خودتون، وطنهای خودتون برگردید، کانون خانوادگی های گرم داشته باشید، اولاد اهل صالح مؤمن خادم عالم انسانی داشته باشید. گفت استاد مبر درس از یاد، یا وادون چه به من گفت استاد، یاد باد اون که مرا یاد آموخت، آدمی نان خورد از دولت یاد. هیچ یادم نرود این معنی، که مرا مادر من نادان زاد، پدرم نیز چو استادم دید، گشت از تربیت من آزاد. پس مرا منت از استاد بود، که به تعلیم من استاد استاد. هرچه می دانست آموخت به من، غیر یک اصل که ناگفته نهاد. قدر استاد نکو دانستن، حیف استاد به من یاد نداد. گر بمرده است روانش پرنور، ور بود زنده خدا یارش بود. قربان شما.